وین لای قانونی ایالت ویرجینیا 1777 میگه ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی ندارد. درست شد. اینو خیلی مبنا قرار دادن، فکر میکنن که این یعنی که از ابتدا چون دین رسمی اتخاذ نکرده و انتخاب نکرده لابد دین نقشی در سیاست گذاری نداره، در حالی که دقیقا عکس اینه. نکته جالبی مثلا جیمز وان میگه، میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. فلذا این که در ابتدا امریکا دین رسمی نداره، این خودش یه عقیده دینیه. چرا؟ چون این مسیحی هایی هستن که یهودیزه شدن. اینها به چی اعتقاد دارن؟ به اعتقادشون بر اینه کسی که حاکم است حق ندارد عالم دینی هم باشد. عالم دینی حق مشاوره به او دارد. یعنی این جدای سیاست از دیانت، این تفکیک قوا که در ایالات متحده امریکا شکل میگیره، یک اندیشه گرفته شده از یهود، اصلا اندیشه دینیه. حالا چه کنیم در دین اینها اومدن سیاست دیانت از هم جدا کردن؟ تا جایی که دو تا پیغمبر اینا حاکم میشن، میگن چیکار کنیم؟ یا باید بگیم حکومت نکرده، خب تاریخ نقل کرده، میگن خب پس پیغمبر نبوده. حضرت داوود و حضرت سلیمان. ما میگیم پیامبره، خود یهودیان میگن پادشاه. کینگ سالو. بله، کینگ سلیمان یا کینگ دیوید، خب دارن مطرح میکنن به عنوان پادشاه. میگن پس این حرفای دینی که زده چیه؟ میگن یک مشاور مذهبی داشته، صدقیای نبی. این مبنای شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا است. ما اصلا نمیتونیم اینو حذف بکنیم. ببینید لئونارد یاسن میگه، من این اجازه بده در عینن کتابش بخونم، جالب. میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستان به آبادی‌های ماساچوست در نیو انگلند رسیدند، آمریکا را اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی و خود را به عبرانی‌های قدیم تشبیه کردند. گفتن ما کوچ یهوده. یعنی این اعتقاد، این تفکر جدای سیاست از دیانت بسیار قدیمیه و شاید بگم اولین متونی که میشه بهش گفت بهش اشاره کردن در واقع عهد عتیقه.